We are continuing to take short pieces from the series The Chosen and think about them in a little more depth. داستانی رو که این چند هفته داریم دنبال می‌کنیم رو با یک قسمت کوتاهی از فیلم انتخاب شده ادامه میدیم و در مورد اون دوباره با هم صحبت می‌کنیم. So this evening is a very very short clip but it's very significant. کلیپی که امشب می‌بینیم خیلی خیلی کوتاه هستش اما معنا و مفهوم این صحبت‌ها و درس امشب خیلی عمیق هستش. And it's a clip of the time in ancient Israel before the New Testament when like everywhere the nation had holidays at different times of the year. داستانی رو که امروز در واقع می‌بینیم برمیگره به زمانی که قبل از عهد جدید باشه مربوط به قوم اسرائیل در اون زمانی که تعطیلات‌های خاصی داشتن که در سال و جمع می‌شدن. So it's kind of similar to now in the UK now in England we have about seven holidays, bank holidays, like next Monday. Monday. We have about seven bank holidays a year. اگر بخوایم که تشبیه بکنیم اون دوره رو با الان که اونها سه بار در سال جمع می‌شدن الان ما در انگلستان تقریبا در سال هفت بار جمع میشیم، مثل هفت بار تعطیلی رسمی بزرگ داریم، مثل هفته آینده که در واقع بانک هالیدی هست. And a couple of those holidays are like big holidays, important holidays, and that's Christmas and Easter. بعضی از اون تعطیلی‌ها ما می‌دونیم که مثلا در همین کشور انگلستان تعطیلی‌هایی هستش که اعیاد بزرگ میشه، مثل عید قیام. Well, it was just the same in ancient Israel. They had seven, let me try and get this word right. They had seven festivals or jashnavare. Seven festivals a year. در تاریخ قوم اسرائیل وقتی که نگاه می‌کنیم قوم یهود اونها هم هفت تا جشن داشتن که این جشنواره‌ها در سال هفت تا بود. And three of those festivals, just three of them, were very significant and very important. از این هفت عیدی که در واقع قوم یهود در تاریخ خودش داره، سه تا از این اعیاد خیلی عیدهای مهمی هستن. And just before we see it, in the English, Razor, you will know we use the word holiday. شما میدونید که در زبان انگلیسی ما کلمه برای تعطیلات استفاده میکنیم به اسم تعطیلات. But the origin of that word, where the word comes from, is holy day, a day that is holy to the Lord. ببینید در زبان انگلیسی ما کلمه ای رو به کار میبریم برای تعطیلات به اسم holiday. اما وقتی که ریشه این کلمه رو بررسی میکنیم این از کلمه holy day اومده، یعنی روز مقدس. Thank you. So this is one of the three main holy days which before Jesus came the children of Israel kept. این قسمتی رو که امشب با هم بررسی میکنیم و کلیپی رو از اون میبینیم یکی از اون سه تا اعیاد بزرگ هست که در واقع قبل از این بوده که عهد جدید باشه، در عهد عتیق هستش. It's a very short clip, so we might play it twice. We'll play it once now. Okay, I'm sorry that's short. We might watch it twice. این قسمت خیلی کوتاه بود. حالا اگر امکان بود که ما اینو دوباره هم می‌بینیم. So remember when Jesus walked the earth, it was not the time of the new, or really of the New Testament. Really,
the time in which we live only began after Jesus died and rose again from the dead. یه نکته رو باید اینجا مد نظر داشته باشیم. زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین قدم گذاشت و زندگی میکرد در اون دوره، در واقع مسیحیت هنوز پایه‌گذاری نشده بود. زندگی و حیات جدید ما، یعنی به عنوان عهد جدید، بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح، در قبر قرار گرفتن و قیام او و به آسمان صعود کردن شکل گرفت. So these three festivals, the men would, if they possible, they would go to Jerusalem to the temple for the holiday. در مورد این اعیاد و قوانینی که داشت، اگر کسی این امکان رو داشت، بایستی حتما به شهر اورشلیم می‌رفت و این اعیاد رو در اونجا برگزار می‌کرد، در معبد خداوند. And for seven days, everybody would not live in their house. They would live in a tent. Everybody would live in a tent for 7 days. وقتی شما عهد عتیق رو بررسی میکنید، بر اساس فرامینی که خداوند داده بود، وقتی برای این اعیاد قوم اسرائیل میرفتن برای برگزاری این اعیاد، دیگه در اون موعدی که در اون مراحل عید بودن، اینها به خانه هاشون بر نمیگشتن، بلکه مدت 7 روز رو در خیمه هایی زندگی میکردن که اینها ریشه در واقع کتاب مقدسی داره بر اساس فرمان خداوند. So Azade is going to read to us, and this is from the Old Testament, about these feasts. Azade is going to read from the book of Deuteronomy. قسمتی رو که امروز خواهرمون آزاده برامون میخونه از کتاب عهد عتیق، کتاب لاویان هست، باب 16 آیات 13 تا آیات 17 هستش، که در عهد عتیق هستش، فرامینی که خداوند در اون زمان در رابطه با کفاره و روزه به ما داده میشه. خواهر آزاده بفرمایید. 13 تا 17 رو بخونم؟ الان 13 تا 15 رو بخونید. اسلاید بعدی 16 و 17 هست. بله، چشم. جشن دیگر عید سایبان هاست که باید به مدت 7 روز در پایان فصل درو، پس از اینکه خرمن خود را کوبیدید و آب انگورتان را گرفتید، برگزار کنید. آمین. آیه بعدی؟ در این عید به اتفاق پسران و دختران، غلامان و کنیزان خود شادی نمایید. فراموش نکنید که لاویان، غریبان، یتیمان و بیوه زنان شهر خود را نیز دعوت کنید. این عید را در محلی که خداوند تعیین خواهد کرد به مدت 7 روز برای او برگزاری کنید. در این عید شادی کنید، زیرا خداوند محصول دسترنج شما را برکت داده است. آمین. آمین. Thank you, Azade. So, two things were happening in this feast, and I have been told by Jewish people that this is a lovely time of year when they go camping for 7 nights. دو اتفاقی که وقتی که من با حتی یهودی‌ها، قوم یهود رو بررسی کردم، دیدم که براشون خیلی دلپذیر هستش، که حالا به اون اشاره می‌کنم. در این روزهای 7 روزی که اونها میرن و برای برگزاری اون جشن اتفاق میفته، حالا توضیح میدم در رابطه با این دو اتفاق که چی هستش. So when they go camping or do, is that right, or do? They were remembering two things. Azade read, it's the end of harvest. They've gathered in the corn and the wine. They've finished the harvest, and so they're celebrating that the harvest is all gathered in. دو نکته رو اینها معمولا جشن می‌گرفتن. نکته اول این بود که ببینید اینجا همینطوری که در آیات خونده شد، نکته اول این که جشن برداشت محصول بود، یعنی محصول‌ها رو برداشت کردن، گندم‌ها رو در واقع خرمن‌ها رو چیدن، انگورها رو در واقع شراب تبدیل کردن و در آن الان جشن میگیرن، یعنی اینکه خستگی هاشون رو کنار میذارن، برداشت کردن، جشن برداشت محصوله. نکته اول. And
we saw in the video of the chosen, they were also remembering that God made his people pilgrims. God made them travelers. He brought them out of Egypt in order that they might journey towards the land he had promised them. ما یادمون میاد که داستان رو زندگی رو وقتی که داستان زندگی مسافر مسیحی رو پیلگرام رو در واقع بررسی میکردیم میدیدیم که در اونجا هم خداوند اون مسافر رو به راهی برد. اینجا قوم خدا خداوند اونها رو بیرون آورد تا از سرزمین مصر و از اون اسارت بیرون آورده بود و در عهد عتیق که اینها رو به سرزمین موعود برسونه. حالا بعد از اینکه اینها رسیدن این جشن‌ها سمبل‌هایی برای یادآوری بود. In these Old Testament pictures, there are lessons for us as Christians today. در بررسی عهد عتیق ما درس‌های بزرگی رو به دست می‌آریم برای ما به عنوان مسیحیان در عهد جدید. We don't need to keep feasts like the Old Testament people, but we do need to remember God has delivered us from our enemy and made us to be pilgrims traveling towards the destination he has promised us. ببینید لازم نیستش که ما اون احکام و شریعت زمان عهد عتیق رو بخوایم نگه بداریم به خاطر اینکه ما به خاطر با به سبب اعمالمون نجات پیدا نکردیم بلکه در تحت فیض. اما خداوند از این عهد عتیق به ما مسیری رو یاد میده که مثل یک مسافر روحانی از نقطه‌ای که از گناه آزاد بشیم و به سمت مسیر آسمان حرکت بکنیم و اون نجات رو در حضور خداوند دریافت کنیم. So what I'd like to leave us with as a message tonight is the three lessons these three important feasts teach us. And we've looked at the last one, which is God makes us pilgrims or travelers. On this earth, we have no final destination. We're headed towards God. نکته ای رو که من خیلی دوست دارم از این در واقع جشن ها و این بررسی کتاب عهد عتیق بخوام بررسی کنیم یاد بگیریم و با هم دیگه ببینیم اینه که اولین نکته اینه که خداوند ما رو یک زائر یا مسافر روحانی در این دنیا تبدیل میکنه به این مسافر که در دنیایی که ما انتهایی نداریم نمیدونیم به کجا بریم و سردرگمیم ما رو به سمت حضور ابدیت خودش هدایت میکنه. این نکته اول. So let's try to get the main message of these three feasts. Azadeh is going to read Deuteronomy chapter 16 and verses 16 and 17. بیایید بررسی بکنیم که این سه تا عید برای ما چه مفهومی داره. الان خواهرمون آزاده کتاب لاویان باب 16 آیات 16 و 17 رو برامون قرائت میکنن. بفرمایید خواهر عزیز. مردان اسرائیلی باید سه بار در سال در حضور خداوندشان در محلی که خداوند تعیین خواهد کرد به خاطر این سه عید حاضر شوند. عید پسح، عید هفته ها و عید سایبان ها. در هر کدام از این عیاد هدایایی برای خداوند بیاورید. تا جایی که دستتان برمی آید به نسبت برکتی که از خداوند یافته اید هدیه بدهید. آمین. Thank you, Azadeh. You're welcome. So we've seen that one feast means to us now, it means you're a pilgrim. But let's look at the two other feasts. So one is about us being a pilgrim, but we are also going to look at the Passover feast, Jashn of Are, Passover, and also Pentecost. Those are the three feasts. ببینید عید اول رو ما وقتی که نگاه میکنیم بهش به عنوان یک مسافر مسیحی با اون میتونیم برخورد بکنیم. اما دو تا عید دیگه هم هستش که این عید یا اون جشنواره عید یکی از اونها عید فصح هست که عید بره قربانی هست و عید دوم عید پنتیکاست هستش. So the first feast is Passover and we're going Azadeh is going to read to us from the New Testament about the first feast,
the Passover feast, just a couple of verses from the First Corinthian letter. ببینید در راستو با عید در واقع فصح یعنی بره قربانی یه چند تا آیه هستش که این رو میخونیم از اول قرنتیان باب 5 آیات 7 و 8 هستش. پس این خمیرمایه گناه یعنی این شخص فاسد را که چنین رسوایی به بار آورده است از میان خود بیرون کنید تا خمیری تازه و فطیر باشید که البته میدانم همینطور هستید زیرا اکنون عید پسح فرا رسیده و مسیح که بره قربانی این عید می باشد قربانی شده است. پس بیایید این عید را برگزار کنیم. نه با نانی که با خمیر مایه گناه و شرارت تهیه شده بلکه با نان فطیر و بدون خمیر مایه یعنی با احترام و یکرنگی و راستی. آمین. Thank you, Azadeh. Thank you. Now, the first feast, Passover, that's when the same time of year Jesus traveled to Jerusalem because the men did to keep the Passover lamb and eat the Passover meal. ببینید عید فصح وقتی که شما عهد عتیق رو میخونیم یک عید بره قربانی بود در شبی که قوم از مصر آزاد شد اونها بره رو قربانی میکردن در 21 ماه. عیسی مسیح خداوند هر سال در همون روز به اورشلیم میرفت در زمانی که عید فصح برگزار میشد در اورشلیم. And when they kept the Passover meal, they were celebrating when God delivered Israel from the Egypt and when the whole nation came out from oppression and came to God, and that's when they ate the Passover meal. علت عید فصح این بودش که خداوند در زمانی که قوم رو از اسارت مصریان بیرون آورد در اون شب فرمانی رو داد که بره رو قربانی بکنن و جشن بگیرن به خاطر اینکه قوم از اسارت مصر که 400 سال در زیر اسارت در واقع مصریان بود آزاد شد و علت جشن این بره قربانی نما و سمبولی بود که ما در عهد جدید حالا ادامهشو برادر توضیح میدن. Now what Azadeh read was it said let us keep the feast and you and I don't have to keep the Passover like they did in the Old Testament. We keep the feast, we eat the Passover lamb, we come to Jesus, our lamb of God. ببینید ما در عهد جدید زندگی میکنیم. در عهد جدید ما لازم نیستش که مثل زمان عهد قدیم اونجوری که قوم میومد و عید فصح رو با بره قربانی جشن میگرفت ما اونجوری جشن بگیریم. قربانی گناهان ما عیسی مسیح بوده به عنوان بره خدا و ما میتونیم از طریق عیسی مسیح که بره خدا هستش به حضور خداوند وارد بشیم. This was the first feast of the year and this is the beginning of the Christian life when we come to the Lamb of God, when we recognize only in him are we delivered from death. ببینید دره قربانی که عیسی مسیح هستش که به جای ما به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مصلوب شد این خون عیسی مسیح خون ریخته شده بر روی صلیب کفاره گناهان ما میشه و لحظه شروع زندگی یک ایماندار از همینجا شروع میشه. لازم نیستش که ما قربانی ها قوچ ها بوز ها گوسفندا رو بگذاریم. خون عیسی مسیح در واقع کفاره گناهان ما میشه و در عهد جدید ما از همونجا نقطه میشه که از مرگ به حیات تبدیل میشه در واقع منتقل میشیم. The last keep the feast. Jesus, I take you as the Lamb of God. I take you in as the Lamb of God who delivers me. نکته مهم اینه که ما باید این رو بپذیریم که عیسی خداوند تو به خاطر گناهان من بر روی صلیب رفتی. تو اون قربانی شدی قربانی گناهان من و من بعد از این به سبب کار بزرگ تو بر روی صلیب گناهانم بخشیده میشه. Now if we can follow this, what happens at times like
Christmas and Easter is that we celebrate an event and we celebrate the time of year. So at Easter, we celebrate the event of Jesus' death and resurrection, but we also celebrate the beginning of spring. That's why we have silly things like bunny rabbits and chickens and eggs, because it's doing two things, both as the season and the event of Jesus' death and resurrection. ببینید دو تا عیدی رو که ما برای هممون آشنا هستش، یکی عید کریسمس و یکی هم عید قیام هستش. عید کریسمس به خاطر این هستش که در واقع شروع سال هست و تولد عیسی مسیح در واقع شروع میشه، و عید در واقع قیام رو به خاطر این جشن میگیریم که عیسی مسیح مصلوب شده و در قبر قرار گرفته، قدرت مرگ رو شکست و از مردگان قیام کرد. Exactly the same thing was happening in the times of when Jesus walked the earth. They celebrated the Passover, but on the day after the Passover, they also celebrated the time of year. دقیقاً این اتفاق مثل اتفاقی که در عهد عتیق میفته، که در عید فسح در واقع عیدی هستش که اونها جشن میگیرن به خاطر برداشت و قربانی و اون در واقع نجاتی که از گناهان در واقع اسارت داشتن، که ما در عهد جدید نجات از گناهان هست، و در روز دوم بعد از عید فسح در واقع ابتدای سال بودش. And the time of year they celebrated was it's the beginning of the harvest. Maybe Chaba can show us a sheaf of barley, and it was the beginning of the harvest. The start. There it is. on the first day after the Sabbath, on the Sunday, the priest would wave the barley before the Lord. The same day that Jesus rose from the dead, the priest would wave the barley. This is the beginning of the harvest before the Lord. ببینید من اینترنت میذارم قطع. آقا مجید شما بفرمایید، چون اینترنت من قطع شد. بفرمایید. در واقع اون روزی که کسانی که در واقع دعا میکردن و جزء مقربین بودن، این دسته خرمن رو به دست میگرفتن و شروع میکردن به حرکت دادن و مژده دادن، و این روز روز مقدسی بود که عیسی مسیح در واقع روز اولش بودش که از دنیا به دنیای دیگه صعود میکنه. Thank you, Majid. Thank you. I don't know if Razor has sound. If he has, we'll carry on. This wouldn't work in Britain. It's too cold. Our harvest doesn't start at Easter time, but in hotter climates, the beginning of the harvest happens at Easter, the beginning of the barley, the first, not the corn, not the wheat, but the barley. Razor may have lost his sound. که در واقع آقای راجر دارن توضیح میدن که تفاوت زمانی که وجود داره در اون زمان، در اون روز که خرمنها کاملا برداشت میشد، در روز برداشت بود و حرکت میدادن، ولی با مقایسه با زمان ما کمی متفاوت است، چون کرا که فصلها متفاوت هستن، سرزمین ها مختلف و در نتیجه فصلها هم متفاوت. Go ahead, sir. Thank you. Let me just check if Razor is still got sound. If he hasn't, sure. Fine. You have? Yeah, yeah. Oh, okay. Okay. One moment. The internet dropped and now it's okay. Okay, okay. This is so wonderful. Jesus is the first fruits of the harvest. Jesus is the first fruits of those who slept, who were dead in sin.
when amen, Jesus is the first fruits of the harvest. در واقع عیسی مسیح محصول اون برداشتی هستش که همه براش جشن میگرفتن و اون خرمنی که مد نظرمون هست در عهد عتیق، در عهد جدید در واقع عیسی مسیح هستش که میوه و اون در واقع سرآمد کل میوه هایی هستش که ما به دست میگیم. So here's the lesson for us now. To be a real Christian, there has to be a Passover. There has to be an escape from death, a resurrection into life. And just as Jesus was raised from the dead, spiritually, he wakes us up, and that's God's harvest. ببینید من اینجا یه باید اشاره بکنم. در حضور عیسی مسیح اونجا در واقع خادمین خداوند به جهات تشکر شاخه ها رو در جلوی عیسی مسیح تکون میدادن، یعنی در دو مقابله در واقع به یادگاری از اینکه مثل اون جشن نخل. اما عیسی مسیح شخصی بودش که به عنوان یک در واقع نوبری بودش که بعد از مردگان قیام کرد و تا ما همین الان هم میبینیم هیچ کسی نبوده که بتونه قدرت مرگ رو بشکنه و از اون قیام بکنه. So that's a big, big festival. Now, count forward 50 days from Passover to Pentecost. That's the next big festival. عید بعدی که ما در این قسمت میبینیم 7 هفته بعد از عید برداشت ها هستش که میشه پنتیکاست، یعنی از عدد 50 میاد که 50 روز بعد از عید برداشت هستش که اون هم یک عید بزرگ هست که عید بارش روح القدس بر روی زمین هستش. The time of Pentecost for the Jewish people, that was the time of the full harvest, not the barley harvest but the wheat harvest, the beginning of the full harvest. عید پنتیکاست در واقع برای چی جشن برگزار میشد؟ به خاطر اینکه برداشت کل محصول ها انجام شده بود و تموم شده بود. به خاطر این در عهد عتیق 50 روز بعد از برداشت اولیه که عید خیمه ها بود، میان چیکار میکنن؟ برداشت کل محصول ها که تموم میشه، یک عید دیگه برگزار میکنن به اسم عید پنتیکاست. این در عهد عتیقه، اما در عهد جدید 50 روز بعد از قیام عیسی مسیح، مردم وقتی در کتاب اعمال بخونیم که جلوتر هست، میبینیم که اونجا روح القدس رو دریافت میکنن. Chaba may have a picture of what was going on in the temple at the time of Pentecost, at the time of full harvest. الان عکسی رو که بررسی میکنید، این قسمت رو که شما میبینید، کاهن رو میبینید که در معبد خداوند هست در روز پنتیکاست که اینجا با اون لباسش و اون نان تقدمه در دستش هستش. And there it is, bread, living bread, presented before the Lord, the full harvest has come. این در واقع به نشانه و سمبل این هست که این نان در واقع تقدیم شده به خداوند هستش که یعنی این برداشت محصولمون تموم شده و این هم هدیه‌ای هست که به عنوان سمبولیک در حضور خداوند آورده میشه. Now you remember what happened at the time of Pentecost. Jerusalem was full of people come to Jerusalem for the feast. در اون روزهای عید در واقع اورشلیم مملو بود از افراد یهودی که از اقصای مختلف کشور می اومدن برای برگزاری جشن در معبد و اورشلیم. But something happened outside the temple, and Azadeh is going to read to us what happened, and it wasn't in the temple. ببینید یک اتفاقاتی اونجا می افتاد در اون معبد که قسمتیش در حیات بیرونی بود، در اون صحن بیرونی، و قسمتی هم در داخل بود که در واقع خادمین که اون کار رو انجام میدادن، یعنی کاهنین خداوند. خواهرمون آزاده الان قسمتی از کتاب خروج باب 12 آیات 14 تا 17 رو میخونه برامون که ما در اینجا متوجه میشیم چه اتفاقاتی اون روزها در اورشلیم و معبد میافتاد.
هر سال به یاد بود این واقعه برای جشن برای خداوند جشن بگیرید. این آیین ابدی برای تمام نسل‌های آینده خواهد بود. در این جشن که 7 روز طول می‌کشد باید فقط نان فطیر بخورید. در روز اول خمیر مایه را از خانه خود بیرون ببرید، زیرا اگر کسی در مدت این 7 روز نان خمیر مایه دار بخورد از میان قوم اسرائیل طرد خواهد شد. در روز اول و هفتم این جشن باید تمام قوم به طور دست جمعی خدا را عبادت کنند. در این 2 روز به جز تهیه خوراک کار دیگری نکنید. این عید که همراه نان فطیر جشن گرفته می شود به شما یادآوری خواهد کرد که من در چنین روزی شما را از مصر بیرون آوردم. پس برگزاری این جشن بر شما و نسل‌های آینده شما تا به ابد واجب خواهد بود. آمین. آمین. Thank you, Azadeh. That was the feast of the Passover. Chaba, I am hoping that I gave you the reading of Acts chapter 2, verses 1 to 4. I hope I did. There it is. Can we read this out? This is Pentecost now. Can we read this out, Azadeh? Yes. 7 هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح روز پنتیکاست است. فرا رسید. به این روز عید 50 می گفتن. یعنی 50 روز بعد از عید پسح. در این روز یهودیان نوبر قلعه خود را به خانه خدا می آوردن. آن روز وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند، ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد از آسمان آمد و خانه ای را که در آن جمع بودند پر کرد. سپس چیزی شبیه زبانه های آتش ظاهر شده، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت. آنگاه همه از روح القدس پر شدند. برای اولین بار شروع به سخن گفتند، به زبان‌هایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داده بود. آمین. Thank you, Azadeh. Isn't that wonderful? Isn't that wonderful? This was the second major feast when the Holy Spirit from the presence of God was sent by the Father and the Son and came into the hearts of the waiting people. And this was the beginning of the church when the Holy Spirit came. در واقع این شروع حرکت عیسی مسیح بود و روز بسیار بسیار بزرگی برای تمام مسیحیان خواهد بود، به خاطر اینکه در این روز مقدس بود که روح مقدس از طرف خداوند و عیسی مسیح بر مردم و بر اون کسانی که در معبد حضور داشتند وارد شد و به قلب های اونها رسوخ کرد. Thank you, Majid. Thank you. So let's see if we can put these three feasts together. The beginning of harvest, Passover, eating the lamb. ببینید، بیایید این سه تا عید رو با هم بررسی بکنیم. عید اول عید فصح هست که با برداشت محصول شروع میشه. Second, the fullness of harvest, Pentecost, when the Holy Spirit descended from God and rested on his waiting people. عید دوم عید پنتیکاست هستش که در عهد جدید 50 روز بعد از قیام عیسی مسیح هست که به بنیان کلیسا در واقع گذاشته شد، که عیسی مسیح گفتش که من میروم نزد پدر و دل شما مضطرب نشود، اون روح رو میفرستم. اون روح که اومد رو در عید پنتیکاست بود که در اعمال باب 2 به اون اشاره شده. And the third feast, which is where we started, the third great feast was when the people understood we mustn't settle down, we're pilgrims, we're travelers, God has a destination for us. That was the Feast of Tabernacles. سومین عیدی که در واقع به ما به عنوان مسافران یا در واقع زائران مسیحی خداوند یادآوری میکنه،
عیدی هستش که ما با اون در واقع زندگیمون تبدیل میشه. And the third feast is the name of the third feast. You mentioned it. Tabernacles, the Feast of Tabernacles. That's what the video was of. Yeah. عید سوم عید خیمه ها هستش که در این عید خیمه ها خداوند فرمان داد که ما خمیر مایه رو اگر دقت کرده باشید توی آیات قبلی که در قسمت خروج خونده شد میگه خمیر مایه رو از خودتون دور بکنه، یعنی من و شما امروز به عنوان ایماندار اگر که امروز در مسیح هستیم باید اون کهنگی ها اون خمیر مایه های مانده از اون باور گذشتمون ازمون دور بکنیم، تقدیس کنیم همونطوری که قوم فرمان گرفت که اون خمیر مایه رو از خودتون دور بکنید، چیز کهنه در زندگیتون نذارید، بدی، غیبت، شرارت، دوستی های نابجا، عادت های زشت باید از زندگیمون دور بشه. So how can I be, this is all of us, how can I be the Christian God intends me to be? How can his purpose be fulfilled in my life? چطور میتونه خداوند در زندگی ما باشه و اون نقشه و در واقع کار خداوند اون عملش چطور میتونه در زندگی ما حضور داشته باشه؟ Well, here it is. The three elements that make the festival. I have found Jesus as the Lamb of God. I have taken him in. There's been a Passover from death to life in my heart. سه تا نکته، سه تا آپشنی رو که ما باید اینو یاد بگیریم این هستش که وقتی ما عیسی مسیح را، اصطلاح کتاب مقدس اینه، عیسی مسیح را بپوشید، برتن کنید، یعنی به توسط عملی که عیسی مسیح انجام داده ما از مرگ به حیات، از مرگی که در گناهان داشتیم آزاد میشیم و به حیات ابدی در واقع وارد میشیم از طریق عیسی مسیح. این نکته اول. Now where that's happened, God says, great, now we can come to the second feast and I can pour out my spirit into the hearts of people who have accepted Jesus as cleansing them from sin. Now we can have the gift of the Holy Spirit poured out. نکته‌ای که هستش، خداوند وقتی که شما عیسی مسیح رو با ایمان میپذیری به عنوان قربانی گناهان، در اون قسمت میگه خب الان شما عیسی مسیح رو پذیرفتی، در قسمت دوم که عید پنتیکاست هست به عنوان سمبل روح خودش رو بر ما به عنوان هدیه‌ای میده که میگه از روح من پر بشید نه از روح دنیا. چرا؟ چون شما از گناهان آزاد شدید، از موت به حیات اومدید. But that's not quite the end of it. In order to keep the feasts, in order to keep the feasts, we have to come to the third feast and realize we're just pilgrims, we're just travelers. This life is just a beginning. We're passing through, headed towards what God has prepared for those who love him. ما کار نجات در اینجا تموم نمیشه. از نقطه دوم باید به نقطه سوم بریم و یادمون باشه که ما به عنوان افرادی که زندگی روحانی داریم، خداوند برای ما مهیا کرده که از مسیری عبور میکنیم در فراز و نشیب ها، در سختی ها، اما به سمت رشد. چرا؟ کلام خدا به ما میگه در حضور من بخرام و کامل شو. پس ما در زندگی روحانیمون به سمت کاملیت اما با تمرکز بر روی نقشه خدا باید پیش بریم. Amen. So keep the feasts, keep the feast. Passover, Pentecost, I'm going to say pilgrimage. Keep the feasts. God is looking for you and me to be everything he has designed and purposed for you to be the person he has designed and planned you to be. Amen. Amen. این سه تا عید رو در ذهنتون داشته باشید. عید پسح، قربانی، عید دوم به عنوان عید در واقع برداشت ها، پنتیکاست، و عید سوم به عنوان عید خیمه ها. خداوند برای من و شما نقشه هایی داره که این نقشه ها رو بایستی در حضور خداوند ادامه بدیم. آمین. Thank you, Reza. Yeah, thank you, Reza. And thank you, Azadeh. And Majid for standing in. Helen wants to see the clip again. Anybody else want to see it?